آقای امینی، طی این 60-70 سال درباره ملی شدن صنایع نفت، صنعت نفت بسیار گفتند. کتابایی نوشتن اینها. آوردن بعضیاشو بعد. از جمله آقای موحد. خواب آشفته نفت. بله، خواب آشفته نفت. من اسمشو گذاشتم خواب آشفته آقای موحد. همین هم است. ایشون هم گفته است که ملی شدن صنعت نفت به سود ایران نبوده. و برخی ها هم آمدن یک گام فراتر گفتن که ملی کردن صنایع نفت در حقیقت پایمال کردن حقوق ملت ایران در شرکت های تابعه شرکت نفت بوده، شرکت نفت ایران انگلیس. این رو اول بار این رو منوچهر فرما فرمایی در این کتابی که آوردم از تهران تا کاراکاس، نفت و سیاست در ایران، در جلد اول این کتاب مطرح کرد. فرما شما فرما همین کتاب رو میخونی؟ بله دیگه، باید بخونم دیگه، پژوهش کرد که نمیتونه بله، نمیتونه نخونه که. منوچهر فرما فرمایان رئیس بخش قراردادهای وزارت دارایی بود برای سالهای درازی تا دوران مصدق و بنابراین نظارت داشته بر قراردادها. او معتقد بوده که ایران با ملی کردن صنایع نفت، اینا 32 تا برادر بودن درسته؟ نه خیر، 32 تا نیستن، خیلی کمتر، نمیدونم، فکر کنم خیلی تعدادشون کمتر. اون تعدادی که من میدونم، اسامی که نوشتم و به یاد دارم و دیدم، فکر کنم تعداد خیلی کمتری است. حالا بدونید که شاهزادگان قاجار خیلی پرکار بودن در این زمینه و بعضیشون حتی شمار فرزندانشون نمیدونن. پرکار بودن. فرمایان معتقد بودی که بر ایران باید به جای ملی شدن صنعت نفت دنبال اعاده دعوی یا اعاده منافع میگشت یا جستجوی سهامش رو در دیگر شرکت‌های تابع. 52 شرکت در زیر چتر شرکت نفت ایران انگلیس بوده که 52 یا 92، یه دورانی که ایشون صحبت میکنه 52 بوده، حتما به 92 هم رسیده بعدها. امروز هم که تبدیل شده به شرکت قول بزرگ. و برخی مثل این آقای مشتهدزاده که کیان ایشون؟ ایشون یکی از کسایی که در ایران آمده بله اعلام کرده در انگلیس بوده، بله اعلام کرده که مصدق بزرگترین شارلاتان تاریخ بوده. معتقد هستن که ایران اگر امروز نفت رو ملی نکرده بود 16% سهام بی پی مال متعلق به ایران بود. متاسفانه کسانی که این سخنان رو میگویند نه با تاریخ آشنا هستند، نه با حقوق و نه با شرکتداری و نه با سیاست، یعنی مجموعه این چهار زمینه رو در واقع رفوزه هستند. حالا میگم خدمتون چرا. از نظر حقوقی و شرکتداری کسی که یا فردی که یا گروهی که دارای 16% سهام در یک شرکت هست اقلیت، یعنی شرکت یک شخصیت حقوقی مستقله. این شرکت میتواند با اکثریت شرکت میتواند با صدور سهام جدید این 16% رو آنچنان کوچک بکنه که به 1% واقعی تبدیل بشه و خیلی ها این کارو کردن. افزون بر این که شرکت بی پی یک شرکت عمومی است و سهامش در بازار بورس معامله میشه و اصلا اینکه تصور این که ایران همچنان از اون زمان که 16% سهام داشته تا پایان کائنات تا آخرت این 16% سهامش باقی بمانه، اصلا ناآشنایی این آدم ها با متدهای شرکتداری است به طور کلی و روابط حقوقی درون یک شرکت. حالا این رو یک لحظه بذاریم کنار. اصلا شرکت نفت ایران و انگلیس معتقد بوده که این حرف ببخشید پرت و پلاست، یعنی موقعی که گلشایان داشته با گس مذاکرات میکرده از جمله به او اشاره میکنه، گلشایان از سوی ایران، گس از سوی انگلیس. انگلیس بله، مذاکره که میکردن در دوران نخست وزیری ساعد بر پایه اون بندی که مصدق و اون ماده واحده معروف مجلس در مجلس 14 هم افسوده بوده، در دوران زمامداری ساعد مذاکره میکردن در مجلس 15 هم. و قرار بوده که این لایه الحاقی در واقع تصویب بشه در مجلس 15 هم که مخالفان ابستراکسیون میکنن، یعنی انقدر حرف میزنن که این لایه تصویب نمیشه. مکی بله. و این نکته ای رو که گلشایان برمیگرده و به گس میگه در اسناد هست که شما فراموش نکنید این مذاکراتی ما میکنیم شامل همه شرکت های تابع است، که گس میگه آقا ببخشید پرت و پلا چرا میگید،
این حرفا چیه؟ جدیه؟ بله، میگه اصلا شما متوجه نیستید، ربطی به شما و شرکت‌های دیگه نداره. شما قراردادتون 16% از نفت، درآمد نفت ایرانه. ببینید حالا برگردیم به تاریخ، این قسمت‌های حقوقیشه. از نظر تاریخی ایران برای اینکه 16% سهمشو افزایش بده، از جمله در دوران رضا شاه، با بنبست و بحران روبرو شد. یعنی دولت انگلستان، دولت بریتانیا به افزایش 16% سهم ایران رضایت تن در نمیداد. تصور این که ایران میتوانست برای این شرکت و دولت بریتانیا که سهامدار بزرگ شرکت نفت ایران انگلیس شده بود تحمیل بکنه که ما نه تنها در درآمد بیشتری از نفت ایران میخواییم، ما اون 52 یا 92 شرکت تابعه هم درش درگیر هستیم، نفت لیبی رو هم میخواییم، نفت عراق رو هم میخواییم. به ما میخندیدند، همونجوری که به افزایش سهم ما در نفت خودمان میخندیدند و اجازه نمیدادن این افزایش پیدا بکنه. ایران بی تردید میپذیرفت، اگر پیش از آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت دولت بریتانیا پذیرفته بود که مثلا سهم ایران به 35% افزایش پیدا بکنه، دو برابر بشه، یا مانند آرامکو و کشورهای دیگر عربستان 50-50 بشه سهم ایران، که خیلی عالی بود اگر میشد، چه بسا پروژه ملی شدن صنعت نفت پیش نمی آمد. ولی این پافشاری دولت بریتانیا از دو جهت بود. یکی اینکه اصلا قبول نداشتن که ایران سهمی در شرکت‌های تابعه داره. دوم اینکه ادعاشون این بود که چون دولت بریتانیا سهامدار شرکت نفت ایران انگلیس هست، ما حتی دفترهای حسابداری این شرکت رو نمیتونیم به شما نشون بدیم. یعنی دولت ایران ظاهرا 16% سهام در شرکتی داره که هیچ حقوقی در این شرکت نداره. یعنی سهامداری است بدون کمترین حقوق. در کشورهای پیشرفته جهان 5% سهام در یک شرکت شما رو توانا میکنه که فردی رو در هیئت مدیره اون شرکت داشته باشید. ایران با داشتن 16% اجازه نمیدادن که دفترهای مالیاتی شرکت نفت ایران انگلیس رو ببینه. میگفتن اینها جزء اسناد محرمانه است، چون دولت سهامداره در این. حالا اجازه بدید که نکته آخر رو در اینجا بگم. اگر شرکت نفت ایران و انگلیس شرکتی بود که در ایران تأسیس شده بود و مالیات رو در ایران میپرداخت، که خب حسابرسی وجود می‌داشت، این بحث کسانی که میگویند که ما سهام در این شرکت داریم و شرکت‌های تابع تا حدودی منطقی بود، این شرکت در بریتانیا مالیات میداد. ببینید شما امروز در بریتانیا اگر بخواهید یک مغازه باز کنید، یه ایرانی باشید، باید در بریتانیا مالیات بدید. نمیتونید بگید که من این شرکت ساندویچ فروشی رو در قلب لندن باز کردم، تو ایران ثبت دادم و در ایران مالیات میدم. برای مغازه شما رو تعطیل میکنم. میگن حرفا چیه؟ شما در لندن هستید، در کشور بریتانیا هستید، اینجا ثبت میکنید، با قوانین ما هم رفتار میکنید، اینجا هم مالیات میدید، دفترتون هم هر وقت ما بخوایم میبینیم. شرکتی بوده به نام شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکتی است که ظاهرا 16% از آن دولت ایران هست، در ایران ثبت نشده، در ایران مالیات نمیده، مالیات رو در بریتانیا میده. پس از پرداخت مالیات 16% از آنچه که ادعا میکنند درآمد مانده این شرکت هست رو بدون هیچ گونه حسابرسی به ایران میدادند. بر پایه بررسی هایی که شده، درآمد ایران از شرکت نفت ایران انگلیس در درازای از هنگام پیمان دارسی تا روز ملی شدن صنعت نفت کمتر از درآمد بریتانیا یا درآمد خود شرکت نفت ایران انگلیس از نفت ایران در یک سال پایانی پیش از ملی شدن صنعت نفت است. یعنی تمام این سالها رو که شما جمع کنید، درآمد ایران که ظاهرا قرار هستش که 16% باشه، بعد از اینکه مالیات ها رو دادن، جهل در اسناد کردن، پنهان میکردن خیلی از دارایی های شرکت رو، کمتر از درآمد یک سال خود این شرکت هست. بنابراین ایران در برابر یک پیمان نابرابر ایستاده. موضوع بر سر این نیست که دو نفر در گفتگوی برابر با هم دارند. ببینید من اینجا به حاشیه برم، من قایقرانی خیلی دوست داشتم، قایق بادبانی، و میرفتم و خیلی سالهای پیش رفتم و یاد بگیرم قبل از این قایق رو بخریم. بعد از اینکه این کلاس رو ما رفتیم و همه درس ها رو به ما دادن که دست راست کی از دست راست بیاد، کی از دست چپ بره، حق با کدام قایقه،
معلم گفتش که از همه اینها که بگذریم قایق گنده تری که به طرف شما میاد حق با اون، یعنی این قوانین رو کنار بگذارید. در معاملات بین المللی هم ایران یک کشور ضعیف بدون کادر حقوقی توانا، بدون امکان اعمال حقوق خیش، هیچ دادگاهی، اصلا یکی از اصولی که در این قرارداد بوده که اصلا از این راه در دادگاه لاهما برنده شدیم این بوده که هیچ دادگاهی در جهان اجازه رسیدگی اختلافهای ایران با شرکت نفت ایران انگلیس رو نداره مگر دادگاهی در ایران یا در بریتانیا. به اعتبار همین هم مصدق توانست در دادگاه لاهه از دادگاه سلب صلاحیت بکنه، بگه در خود قرارداد هست که شما صلاحیت رسیدگی ندارید. برای در این قرارداد چیزهایی گذاشته بودند که ایران دارای کمترین حقوقی نبود و میگفتن این سهم شماست، همین رو بگیرید و جلو برید و حاضر به مذاکره نبودند. و همین دلیل هستش که راهی برای ایران جز اعمال مالکیت بر منابع زیرزمینیش وجود نمی داشت و اگه این کارو نکرده بود حتی بعدها نمی توانستند دوباره وارد مذاکره بشوند و در کنسرسیوم بخش دیگری از منافع ایران رو در واقع واگذار کنند. و یا اگر این نفت ملی نشده بود، از برکت این ملی شدن وقتی 4 برابر شد بهای هر بشکه نفت در سال 1972-73، درآمد ایران آنچنان سرسام‌آور افزایش پیدا نمی‌کرد. اینها همه از برکت ملی شدن صنعت نفت است که متأسفانه در دوره پس از 28 مرداد بخش‌های زیادی از دستاورد ایران رو در زمینه ملی شدن صنعت نفت برباد دادند و رعایت نکردند.